دوستان همراهان کانال یوتیوب یه ماورا سلام امروز هم میخواییم یک ماجرای جالب از کتاب جرعه از دریا نوشته یا بهتر بگیم خاطرات فقیه محقق آیت الله سید موسا شبیری زنجانی که مرجع تقلید هم هستند براتون بگیم مکاشفه در مجلس روزه ایشون توی این خاطره میگند دو مرتبه یا بیشتر از خانواده شنیده بودم روز تاسوعا که منزل حاج آقا مصطفی برقعی روزه بود نوعا زنها دور منبر را احاطه می کردن. من هم جلوی منبر بودم حاج محمد کوسری دستمال چی که از دنیا رفته است منبری بود ناگهان دیدم که مجلس خلوت شد و هیچ کس نیست و فقط چند زن دور منبر هستند و گفتند که یکی از آنها حضرت زهرا سلام الله علیه هاست. قدری گذشت. آن حالت برطرف شد. این قضیه حدود 20 سال پیش اتفاق افتاد. مجلس روزه در منزل آقای برغی خیلی سابقه دارد. من اگر مقدورم باشد در روزه آنجا شرکت می کنم و تبرک می حتی امسال با وجود پادر در مجلس روزه آنجا شرکت کردم. برکت آن منزل دو علت داشت یکی اینکه 130 سال یا بیشتر در آنجا روزخانی شده است یعنی قبل از زمان آسد عبدالله برغی در آن مکان روزخانی می شده آسد عبدالله تقریباً 100 سال است که وفات کرده حدود 30 سال در زمان خودش روزخانی شده است. احتمالا قبل از او در زمان پدرش نیز آنجا روزخانی برقرار بوده. در آن موقع معمولا اخلاص بیشتر بود امروز نوعا چشم و همچشمی است و افراد به هم نگاه می و جنبه مسابقه پیدا کرده ولی آن موقع چون قربت دین بود لذا دایه قوی ایمانی میخواست که این شعائر را ترویج کنند این انگیزه ها سبب برکت یافتن این مجلس روزه بود علت دیگر این است که در طول این مدت حتما افرادی که مورد عنایت خدای متعال بودند در آنجا وارد می شدند و در مجلس روزه آن خانه شرکت می کردند. روزخانی و توسط به معصومین از عبادات مهم و موجب جلب عنایات الهی است. هم اولیای خدا در آن خانه رفت آمد می کردند و هم روزخانی و عبادت خدا در آن مکان انجام می شد. اینها سبب مزید برکت آن منزل شده است حجت الاسلام آقای آلتاها خطیب و واعظ موفق و معروف نقل کرده که من منزل آسید مصطفی برغی منبر می رفتم توی اون مجلس روز نصفان غلبه داشتند و مردها نیز شرکت می کردن. مردها در قسمتی از حیات و اتاقها می مرهم مرحوم علامه تبا هم در روزه شرکت می کرد. رفتار، منش و ادب علامه برای ما درس بود. یک وقت من از منبر پایین آمدم مرحوم علامه به آسد مصطفی رو کرد و پرسید چند سال است که در اینجا روزه خوانده می شود؟ آقای آسد مصطفی گفت هشتاد یا هشتاد و سال. علامه پرسید آیا این محوطه ی حیات از 80 سال پیش همین گونه بوده یا اینکه تغییر و توسعه ای داشته؟ آسید مصطفی گفت یک بخش ملحق و ترمیم شده ولی قسمت هایش که شما نشسته این و ولی قسمت که شما نشسته اید و این آجرها از هشتاد سال پیش است. آسید مصطفی رفت و علامه آهسته به من فرمود این که درباره اینجا سوال کردم علتش این بود که قسمتی که هشتاد سال دیوار آجرش روزه شنیده با قسمت ترمیمی یا توسعه یافته فرق می آنچه گفتیم از کتاب جرعه از دریا جلد دو صفحه 640 بود. در این کتاب در رابطه با خواست روزه و اتفاقاتی که افتاده مطالب دیگه ای هم هست. یکی از این مطالب خاطری است از حاج آقا جواد گلپایگانی که نقل میکنه مرهم آقای خویی فرمودن ما در نجف اشرف در خانه بسیار کوچکی زندگی میکردیم. خانمم روزه میگرفت و مزاهم مطالعه من بود من به ایشان گفتم روز خانی در منزل مزاهم مطالعه من است روزه ترک شود ولی مبتلا به چشم درد شدم که هرچه به دکتر مراجعه کردم خوب نشد و دکترها از معالجه آن معیوز شدند متوسل شدیم در عالم خواب به من گفتند بنا بود شما کور شوید ولی حالا که متوسل شدید با تربت خود را شفا دهید با تربت استشفا کردم چشمم خوب شد کتاب جرعه از دریا جلد دو صفحه 681 ممنون که با ما در کانال یوتیوبی ماورا همراهید ما را سابسکرایب کنید و به دوستانتون معرفی التماس دا خدا نگهدار